را زمین بگذار، تو ونگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تو ونگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد. سلام و درود بر همه همیهنان عزیز و گرامی. فضایل عزیزان هستم. ساعت 12:05 بعد از ظهر به وقت شرق امریکا، 3 مهر ماه برابر با 25 سپتامبر می باشد. این برنامه به صورت زنده از طریق تلویزیون اینترنتی و آزاد و مردم تیوی تقدیم حضورتون میشه. حسن روحانی بالاخره بعد از کلی مقدمه چینی وارد ایالات متحده امریکا شده از دیشب. با وجود این حرف و حدیث های بسیاری بود در مورد احتمال دست دادن و یا ملاقات با آقای اوباما، همچین اتفاقی فعلا تا این لحظه که در خدمت شما هستم اتفاق نیفتاده. سیگنال های بسیاری روحانی به امریکا داده، مبنی بر این که میخواد روابط جدیدی رو با ایالات متحده برقرار کنه. حتی کار رو به جایی رسونده که در مصاحبه در CNN تلویحاً هولوکاست رو محکوم کرد و مثل احمدی نژاد نفیش نکرد وجود هولوکاست رو. البته این خاصیت جمهوری اسلامیه، وقتی بنیانگذارش میگه که برای حفظ نظام میشه حتی ستون دینشون که نمازه اونم تعطیل کرد، واجبات دین رو میشه تعطیل کرد، به راحتی میشه هولوکاست هم که تا 3 دهه نفیش میکردن در 1 شب نفیشون کنن. این حاکی از وضعیت بسیار شکننده رژیم خامنه ای هم که ما دیدیم چجوری صحبت از نرمش قهرمانانه کرد، واژه های جدیدی که اختراع میکنن، ابداع میکنن و از خصوصیت های آخوندا همین این ابتکارات و ابداعاتی که دارنه. اما اوباما هم تقریبا محافظه کارانه، من دیروز صحبتاشو
در مورد ایران گوش میکردم، تکه های آماده است، تکه های کوتاه که در دیگه اینا من چه در مورد ایرانی پخش میکنم. گفت که ایرانی ها از زمانی که دولت امریکا در سرنگونی دولت مصدق، دولت دموکراتیک مصدق نقش داشته، گلایه دارن از امریکا. و در بخشی از صحبتاش به صورت صریح خطاب به سردمداران جمهوری اسلامی تأکید کرد که We are not seeking regime change in Iran. ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم. یعنی برای امریکا همیشه منافع ملیش که بارها هم تأکید کرده تو سخنرانیاش بر آنچه که از آن به عنوان دموکراسی و بشر یاد میکنن ارجحیت داشته. اونایی که به دنبال امریکا هستن و امریکا را ناجی خودشون میدونن اینه. میگن we are not seeking regime change، فقط نیوکلیر به مسئله هسته‌ای رو حل کنی مشکل حله، نقض حقوق بشر بشه مهم نیست، ستار بهشتی تو زندان کشته بشه اصلا مهم نیست، ده ها ستار زندانی مثل ستار بهشتی هم کشته بشن آمریکا چکش هم نمیجزه. برای آمریکا نشنال اینترست، منافع ملیش مهمه و به غیر از این هم انتظاری نمیشه داشت. هر کشوری به دنبال منافع ملیشه. بشنویم تکه هایی از صحبت های دیروز آقای باراک اوباما، رئیس جمهور باراک اوباما در سازمان ملل در مورد ایران و تأکید بر اینکه خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. Iranians have long complained of a history of US interference in their affairs and of America's role in overthrowing an Iranian government during the Cold War. On the other hand, Americans see an Iranian government that has declared the United States an enemy and directly or through proxies taken American hostages, killed US troops and civilians, and threatened our ally Israel with destruction. I don't believe this difficult history can be overcome overnight. The suspicions run too deep. But I do believe that if we can resolve the issue of Iran's nuclear program, that can serve as a major step down a long road towards a different relationship, one based on mutual interests and mutual respect. Since I took office, I've made it clear in letters to the Supreme Leader in Iran and more recently to President Rouhani that America prefers to resolve our concerns over Iran's nuclear program peacefully, although we are determined to prevent Iran from developing a nuclear weapon. We are not seeking regime change. خب تکه هایی از صحبت های رئیس جمهور امریکا رو مشاهده می کردید که تأکید داره که امریکا به دنبال تغییر رژیم نیست و از یه طرف بر مداخله ایالات متحده تأکید داره در سرنگونی دولت دموکراتیک مصدق و از یه سوی دیگه جلایه میکنه که چرا ایرانی‌ها با ما دشمنی دارن. خب وقتی که شما دخالت میکنی و دولت دموکراتیک یه کشور رو سرنگون میکنی، شما آقای اوباما انتظاری غیر از این نمیتونی داشته باشی که تفکرات ضد امریکایی که یه شبه بدون زمینه رشد پیدا نمیکنه. وقتی بعد از 60 سال خود سرویس اطلاعاتی امریکا CIA بر نقش خودش بر خرج $1,000,000 بیش از $1,000,000 در کودتای 28 مرداد اذعان میکنه، خب انتظار دارید امریکایی ایرانی ها برای دولت امریکا دست بزنه؟ معلوم این تفکرات ضد امریکایی گسترش پیدا میکنه، همون چیزی که شما میخواید وچه یا امریکا رو ترمیم کنید در جهان، ولی با این دخالت های بی موردتون، حالا که دخالتتون من فکر میکنم
انسانی تره در مقایسه با دولت مصدق، میایی میگی که ما we are not seeking regime change، ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. چجوری اون موقع دولتی که دموکراتیک بود، دولتی که برخواستی از بطن مردم بود و مردم قبولش دادن، اون موقع انترفیر دخالت میکنیم، میایی سرنگونش میکنی به خاطر منافع خودت، به خاطر همون تئوری برژینسکی که کمربند سبز میخواستید بزنید، 2000 دلایل و توجیه دیگه، با سرنوشت یک ملت، یک مردم، یک کشور بازی میکنید. ولی الان که به نظر من اگه بخواید دخالت کنید، بهترین حالته که بیاید دخالت کنید با یک رژیمی که خودتون از آن دارید، چه حزب الله را تغذیه میکنه، گروه های تروریستی رو تغذیه میکنه. خودش تو این سخنرانی میگه که امریکن تروپس سربازان امریکایی رو در عراق میکشه، جاهای دیگه مشکل برای امریکا ایجاد میکنه، ولی میگه که ما به دنبال رژیم چینج نیستیم و میخواییم که به صورت صلح آمیز مسئله رو حل کنیم. مسئله شما فقط اینه که تأمین کنید امنیت تل آویو و اسرائیل و مسئله شما مسئله حقوق بشر نیست. مسئله شما این نیست که ده ها صد ها زندانی تو زندان های ایران الان دارن شکنجه میشن، ده ها نفر صد ها نفر کشته شدن، 20,000 نفر حدود 20,000 نفر در تابستان 1367 کشته شدن، در قتل‌های زنجیری کشته شدن، بیش از 200 نفر در خارج از کشور توسط سپاه قدس ترور شد، 52 نفر اخیراً به کمک سپاه قدس در اشرف کشته شدن. مسئله شما این نیست و به خاطر همین مردم ایران دل نمی‌بندن به حرفای شما، به مسائلی که عنوان می‌کنید. من همیشه گفتم و بازم تأکید میکنم، تنها راه نجاتمون اینه که خودمون یه کاری برای خودمون انجام بدیم، وگرنه این امریکا و کلن ایران هر دو ثابت کردن که در شرایط مختلف قابلیت اینو دارن که سازش کنن به خاطر حفظ منافع خودشون. اوباما گفت دیگه، شنیدید، گفت من به سوپریم لیدر، رهبر به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی، بارها میگه من تو نام مکاتبات تأکید کردم ما دنبال تغییر رژیم نیستیم، و میگه اخیرا به روحانی هم گفتم. یعنی در واقع اون نگرانی هایی که رژیم داره امریکا درک میکنه و به رژیم جمهوری اسلامی تضمین میده، سیگنال میده که بیایید مسئله هستیتون رو حل کنید، ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم، چون منافعشون ایجاب نمیکنه. هر جا منافعشون ایجاب کنه میان و تغییر تلاش میکنن تغییر بدن رژیم ما رو. بعد این جست هایی که روحانی، حسن روحانی اخیراً گرفت و زمین چینی هایی که کرد قبل از این که بیاد امریکا، مصاحبه کرد و پیغام فرستاد و با خبرنگار NBC رو آورد و بهش وقت داد تو تهران، گفتگو کرد و اینجا اومد CNN و این خوشبختانه ببخشید دیگه ماهیت این رژیم و هزار چهره بودن این رژیم برای جامعه جهانی بعد از 3 دهه روشن شده. مثل سابق نیست یکی مثل خاتمی بیاد و با اون شعارها بیاد و بخشی از افکار عمومی داخل و دنیا را بخواد تحت تأثیر قرار بده با اون لبخندهای مصنوعی و جستهای دموکراتیک. حتی تو امریکا هم جدی نگرفتم، خیلی از شبکه‌ها من نگاه می‌کردم، شبکه‌های کابلی و اینا، بخشای از صحبت حسن روحانی رو پخش میکردن دیشب، بعد میرفتن برنامه های عادی خودشون رو پی گرفتن و نمیدونم اون چیزای مکدونالدشون رو پخش میکردن. یعنی اون چیز مکدونالد
تبلیغات مکدونالد و مهمتر از صحبت‌های حسن روحانی ارزیابی کردن. چندان اینجا هم جدی نگرفتن و دیدیم هم که ملاقاتی هم صورت نپذیرفته و اصاراتی هم که صداهایی که از کاخ سفید میاد نشون میده که نمیخوان در با آقای حسن روحانی فعلا ملاقات حتی به صورت اینفورمال غیر رسمی داشته باشد. این از مسئله حسن روحانی. من یه موضوع دیگه ای که من بعضا تو فیسبوک و شبکه های اجتماعی میبینم، من دیدم حالا چون خانم شهری عاصمی پابلیک فیگره اسمشون یارم، من دیدم که تو فیسبوک چند روز پیش نوشته بود که آقا ما همه چیز رو چرا سیاه میبینیم یا سفید؟ نمیشه همه چیز رو سیاه یا سفید سفید نگاه کرد و استناد کرده بود به 20 چند نفری که آزاد شده بود اخیراً از این زندانی های اصلاح طلب و گفته بود که اینا آزاد شدن، این نشانه های خوبیه، چرا بعضی ها نمیخوان این حقایق رو ببینن و انکارش میکنن؟ ببینید این حرکت هایی که رژیم انجام داد یه حرکت های مخته‌ایه. بسیاری از زندانی ها هستن با 20-30 نفر که مجمع همه زندانی های ما 20-30 نفر هستیم، ده ها صدها زندانی وجود داره که گمنام هستن، ما حتی اسامیشون رو نمیدونیم. این زندانی هایی که فقط اسمی دارن و به اصطلاح یه خورد حساب هایی با حکومت داشتن، حالا حکومت در آستانه به اصطلاح سفر حسن روحانی به امریکا این رو آزاد کرد، اینا نشانه نمیشه که رژیم تغییر بنیادین یافته، یه کارهای مقطعی انجام میپذیره. من یادم چند روز پیش حدود چند هفته پیش از میخوام یکی از دوستام آقای لچستانی زنگ زده بود و به من میگفت که آقای عزیزان شما چرا در سایتتون به اون انتخابات پرشکوهی که در جمهوری اسلامی انجام شد و حسن روحانی اومد بیرون با اکثریت آرام اشاره نمی کنید، مقاله نمی نویسید، تو تلویزیون و برنامه هاتون گفتار هفتگیتون اشاره نمی کنید، مگه این واقعیت نیست؟ آقای عزیزان شما باید به دنبال واقعیت باشید، واقعیت هر چنم تلخ باشه باید بگید. حالا آقای لچستانی به من میگه، آقای لچستانی هم چند دوره رئیس شورای شهر ماکو بوده. بعد یه بحث طولانی داشتیم تو تلفن حدود شاید 2 ساعت. ببینید من اونجا هم گفتم به آقای لچستانی گفتم که ببینید وظیفه ما به عنوان اپوزیسیون، باز عرض میکنم این هم نوع اپوزیسیون هم فاندمنتال اپوزیشن، اپوزیسیون برانداز، نه اینکه اپوزیسیون موازی و حکومت و این چیزا، این نیست که واقعیت ها را بگیم و واقعیت نگفتن به معنای دروغ گفتن هم نیست، اصلا وظیفه اپوزیسیون یه چیز دیگه است. واقعیت ها را شما ها که یه زمان دنبال این رژیم بودید و رئیس نمیدونم پست ریاست شورا اینا را داشتید و الان هم امید برگشت دارید با اومدن حسن روحانی، شما برید بگید مت این رژیم و نمیدونم زاده چشیده، تلفن چشیده یا هر کاری خوبی چه کرده. در هر رژیم دیکتاتوری یه کارهای خوبی هم انجام میپذیره، اصلا زاده چشی میشه، صد چشی میشه، به روستاها تلفن داده میشه. وظیفه من اپوزیسیون این نیست این رو بگم، اپوزیسیون کارش برجسته سازی نقاط ضعف طرف مقابلشه. تو خودت بیا اینا رو بگو، من به عنوان اپوزیسیون وظیفه ندارم هر حقیقتی رو بگم، حتی گیرم آقای روحانی، من به آقای لچستانی هم گفتم با همون آرایی که اعلام شد اومده بیرون، ما باید به عنوان اپوزیسیون در صحت آرا تردید داشته باشیم با توجه به سوابق کلاهبرداری که رژیم داشته، سوابق جعل و دست بردن در صندوق ها داشته. اپوزیسیون وظیفه‌اش این نیست که بیاد به به عجب انتخاباتی برگزار شد.
یعنی این آدمی که این حرفو میزنه یعنی اصلا اپوزیسیون نیست. مثلا اگه اپوزیسیون باشه میاد مثلا یه چیزی خب پیدا میکنه، یه نقطه یه مثلا مثبتی تو هر رژیم دیکتاتوری بیاد اونو برجسته کنه، بگه آقا من وظیفه، اولا من روزنامه نگار نیستم، کسایی که روزنامه نگار هستم من بارها تجمن یه فعال سیاسی هم، فعال سیاسی مدافع حقوق بشر. روزنامه نگار باید حقیقت رو بگه، هیچی که کارش روزنامه نگاره میگه آقا من اپوزیسیون نیستم و اینا، هر رژیمی هم باشه میام حقیقت رو میگم. ولی اپوزیسیون باید دقت کنه هر چیزی رو به عنوان این که نقطه مثبت رژیمی و بیاد بگه آقا من حقیقت رو میگم، این نه، این در راستای رژیم حرکت کردنه. اپوزیسیون وظیفه‌ش این نیست، باز تاکید میکنم. و ببین به معنای این هم نیست که دروغ بگیم. پس آقای لکستانی شما پس برید خودتون اون حقایق رو به اون شیوهی که بلدید بگید، ما بلد نیستیم مهد رژیم رو بگیم، این کارا اصلا به ما نیومده، ما جنایت های رژیم رو باید برجسته کنیم، خطرهای زنجیره و شکنجه هایی که کرده، وظیفه ما اینه در افکار عمومی هی اینا رو باید گفت، در با سالگرد، با مناسبت، بی مناسبت این رژیم رو باید افشا کرد، نه اینجا آقا با اکثریت آرا اومدن با خامنه ای حتی انتخاباتی برگزار کرد، اون یارو مترجم احمدی نژاد اسمش چی؟ احمد هاشمی مقاله نوشته آقا برنده این انتخابات بدون تردید شخص آیت الله خامنه ایه، خامنه ای حتی انتخاب در خدمت رژیم بوده و سفیر بوده و نمیدونم در وزارت خارجه بوده، الان اومده بیرون اصلا یه سیلی از این رژیم نخورده. برای مثال عرض میکنم به عنوان شاخص، وگرنه اینا عددی نیستن، به عنوان شاخص میخوام ما میگه مصداقی دستمون داشته باشیم برای بررسیم این مسائل. اون با میکنه آقا این رژیم اصلا میخوام سر به تنش نباشه فلان باشه، تو وقتی به حرف میزنن اصلا آدم تعجب میکنه آخه این چی شده آقا، آقای هاشمی شما تو زندان بودید؟ نه من مترجم وزارت خارجه. آقا چرا اومدی بیرون؟ هیچی دیدم من با عقایدم با اینا نمیخوره، من دگراندیش بودم. خوش چنده شدی؟ نه برادری از دست دادی، پسر عمویم، خواهری، پدری، چیزی از دست دادی؟ نه نه همینطوری همینطوری اومدم بیرون، خوشم نیومد دیگه از این آخوندا. خب زندانی هم چی نشدی؟ نه نه با پاسپورت، آره با پاسپورت جمهوری اسلامی اومدم، اومده الان ضد رژیم تر از همه ماها شده، از توی همینو مهدی در میاد دیگه. آقا ما باید بفهمیم انگیزه، دنبال انگیزه باشیم، یکی که مخالفت میکنه باید بفهمیم آقا این انگیزه چیه، آقا چجوریه، آخه این همه مخالفت اینا باید یه انگیزه داشته باشه دیگه آدم، و بکگراندشو نگاه کنیم چیه بکگراندش، اه سفیر بوده در نروژ، اه سفیر بوده در ژاپن، چقدر؟ 20 سال چیزی خدمت نکرده، چه 20 سال در خدمت جمهوری اسلامی بوده، بعد از 20 سال یهو میشه آزادی خواه، اندازه خمینی جلاد هم برخی از ما عقل نداریم. باور کنید این خمینی، من برخی وقتا صحبتاشو نگاه میکنم خیلی عاقل‌تر از خیلی از ماهایی هست که خودمون تکنوکرات و امریکا دیده و اروپا دیده و تحصیل کرده و روشن فکر و با هزاران لقب و ادعا تصور میکنیم. در مواجهه با مجاهدین گفت که این مجاهدین خیلی اظهار ارادت کردن به اسلام و دیدن از منم بهتر نهج البلاغه و قرآن میفهمیدن، و خمینی میگو من شک کردم از بس ابراز ارادت عمیق میکردن، گفت بیشتر از من به اسلام ابراز اراده، من مشکوک شدم و عذرشونو خواستم. الان همین اینایی که میان و مطیع و هاشمی و نمیدونم این کمپین سبز و دیگران و دیگران و اینا میان همین کارو، واقعا این چچبرانگیزه، آخه انگیزه اینا نداره. صحبتای خمینی در مورد مجاهدین اون موقع اوایل انقلاب ببینیم، ببینیم وجدانن انصافا ما به اندازه
این مردک جلال عقل داریم با این همه ادعا یا نه؟ برمیگردیم. 20 چند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم بهش حرفاشو بزنم. اون به خیال خودش که حالا منا میخواد اقبال کنه. من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن. تمام حرفاشونم از قرآن بود و از نهج البلاغه. تمام حرف. من یاد یک قصه افتادم که در همدان اتفاق افتاده بود، ظاهرا زمان مرحوم اصحاب المجید همدانی. یه یهودی آمده بود، مسلمان شده بود خدمت ایشون. ایشون دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است و اینقدر اظهار اسلام می کند که ایشون بهش تردید واقع شده بود برش که این شاید از یه باشه. یه وقت خواسته بودش، گفته بود که تو منو می شناسی؟ گفته بود که بله، شما از علمای اسلام هستید. چطور؟ میدونید پدرهای من کی هستند؟ بله، پیغمبر از اجداد شما فلان. خودت هم میشناسی؟ بله، من پدرانم یهودی بودند، حالا خودم مسلمان شد. گفته بود این سر اینا به من بگو که چرا تو مسلمان تر از من شدی؟ مردک فهمیده بود که این اون چیزی را که این میخواب بازی کند فهمیده است، فرار کرده. این که آمد 20 چند روز اونجا و تمامش نهج البلاغه و تمامش از قرآن صحبت میکرد، من در ذهنم آمد که نه، این آقا هم همون است. و الله خب تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به خدا چرا میگه پیش من که نه خدام نه پیغمبر نه امام، من طلبم در نجف. این آمده بود که منو بازی بده، من همراهی کنم باشون. من هیچ راجع به اینا حرف نزدم، همشو گوش کردم. فقط یک کلمه را که گفت ما میخوایم قیام مسلحانه بکنم، گفتم نه، شما نمیتونید قیام مسلحانه بکنید. بخشی از صحبت‌های جلاد رو مشاهده کردید. خمینی چجوری ببینید مثال آورد؟ حالا ببین در مثل مناقشه نیست، خب اینو دیگه لازم نیست. یعنی وقتی من مثالو میارم هیچ سنخیتی بین اپوزیسیون و خمینی نیست. برای مثال حالا این به یه تو پرانتز بگم، وقتی میگم فلانی مثل شمره، در واقع این خاصیت بیرحمی شم رو تشبیه میکنه، نه اینکه به اصطلاح خود شم رو باشه. اینجا هم نه اینکه اپوزیسیون خود اصلا خمینی باشه، ولی اون خاصیتی که این زیرکی و این فراست رو داشت. اون نگاه کنید ببینید چجوری میاد و مثال میاره، میگه من اصلا تردید کردم از بس ابراز ارادت کردم به من به اسلام و این چیزا. بعد اون مثال یهودی رو میزنه، ولی ماها میاریم آقا شاهین ترکمان کارش چی بوده؟ 12 سال در سپاه ائمه فلان، الان شده فعال سیاسی پاسدار سابق. بعد آقای محسن سازگارا فعال سیاسی روشنفکر پاسدار سابق، اکبر گنجی فعال سیاسی روشنفکر پاسدار شکنجهگر سابق. اصلا این قباحت همکاری با رژیم و برخی از این رسانه ها میخوان از بین ببرن. فعال سیاسی مترجم سابق احمدی نژاد، با یه افتخاری همجه من تو وزارت امور خارجه بودم، البته کاری نبودم و قراردادی بودم. حالا چه کار میفته به اپوزیسیون و باید پناهندگی بگیره و اپوزیسیون باید تاییدش کنه، کاری نبودم، آقای عزیزم من قرار دادی بودم. آخه مگه میشه وزارت امور خارجه باشی و کاری نباشی؟ اون تو آبدار چیش باید از 1000 تا چیز صافی بگذره، حراست داره، اطلاعات داره، گزینش داره. خب بابا ما خودمون 5-6 سال پیش ایران بودیم دیگه. من برای یه بانک
تو ایران وقتی بودم برای یه بانج اپلیکیشن دادم، به اصطلاح درخواست، حدود 10 سال پیش میخواستم کارمند بانج بشم تو اردبیل، و گزینش منو انداخت همه چیز و اینا رو چیزا. من رفتم گفتم آه چیه، معمولا اینا جواب نمیدن، خیلی اصرار کردیم و اینا. گفت والا ما اومدیم تحقیقات محلی، دوتا ایراد دارید شما آقای فضایل عزیزم. گفتم چیه؟ بگید ما خودمون رو اصلاح کنیم. آقا شما اولا ایراد بزرگتون اینه در محله بیشتر اوقات شما رو با شلوار جین میبینن. خب این یه ایراد، خب یه شلوار جین تموم شد. بعد هم همسایه ها تحقیق کردیم، اصلا شما رو تو نماز جمعه نمیبینن آقای عزیزان. شما اصلا فریضه الهیه، فریضه سیاسی، شما نمیاید نماز جمعه. افتادیم دیگه، نرفتیم دیگه بانج سوختون. حالا یارو بعد از 20 سال خدمت کردن، سفیر و وزیر رو نمیدونم مترجم و این چیزا بودم، میاد میگه چه اما کاری نبودیم. میگه من داخل وزارت خارجه بودم مبارزه میکردم با آقا، به خاطر این شلوار جین و نماز جمعه نرفتن یه بانج ازن چیه استخدام نمیکنن. تو رفتی تو وزارت امور خارجه اونجا مبارزه میکردی؟ آخه این حرفا چیه؟ بسیاری از اینایی که میان و تو این رسانه ها خودشون رو مثلا میخوان یه چیزی نشون بدن، آقا بکگراندتون شما آخرش برمیگردی به اون خاصیتت. تو 20 سال وقتی توی رژیمی اون تفکرات ایدئولوژی جو داری، مثل اونا الانش هم داری مثل اونا صحبت میکنی، به مثل اونا داری اندیشه میکنی، بقیه وقتا حتی یادت میره، برمیگردی به اون اصلت نمیتونی. بعد 20 سال یهودیای ترکیه، بعد یه پرچم شیر خورد شیر بذاری اینجا، بعد بگی این رژیم باید سرنگون بشه و فلان بشه. نه نمیشه از من، اینجوری نمیشه. بالا بری پایین بیایی امنیتی، حالا فوقش امنیتی سابقی، امنیتی هستی دیگه. امنیتی کاری چیه؟ اینه که مردم رو لو بده دیگه. آقا مثلا فضایل عزیزان مثلا نمیدونم تو قهوه خونه نشسته بود علی خمینی صحبت کرد، اینو میگن دیگه آقا فلان جو فلان محاله رو منتشر کرد، فلان کس فلان چیز رو گفت. کاریتون این بوده دیگه، چجوری مردم رو سرکوب کنی؟ با چه روی شما میای؟ ما به شما ها لازم نداریم. اپوزیسیون به نیروهای سابق امنیتی جمهوری اسلامی نیاز نداره. آقا مردم بدشون میاد از هرچی. آقا من اینا رو تو تلویزیون میبینم، یاد هم با همین تیپ و شمایل اینا، یاد اون چچنزه ها میفتم، اون چچنزه گری های چی کردن، اون لحظه هایی که با تو مور میداشتن چشمامو میبندن میزدن تو سرم، اونا یادم میفته. آقا نیایید، نمیخوایم آقا، عطایتون رو به لغایتون بخشیدیم، نمیخوایم. ما به اندازه کافی مبارز داریم، ما به اندازه کافی تحصیل کرده داریم در درون اپوزیسیون، ما به اندازه کافی نیروهای مخلص، نیروهای انقلابی داریم، نمیخوایم. ریزش کردی برو خودت فعالیت کن، بیا 10 سالم نصف اون خدمتی که به ذات رژیم کردی بیا در ذات منافع مردم و اپوزیسیون خدمت کن، بعد مردم تو رو گزینش کنن، افکار عمومی گزینشت کنن، بعد یواش یواش جا بیفتی. یه شبه نمیتونی، باید عمل تو ببینی. با حرف تنها هم نیست. نه واقعیت من یه سری مسائل، اصلا من میام اینجا میخوام یه سری اون مسائلی که تو ذهنمه بگم، نمیذارن. شما نگاه کنید، من تو امریکا هستم حدود الان 4 سال شده تو امریکا هستم، به من تریبون نمیدن. الان من مجبورم از مردم کمک جمع کنم، میخوردم خودم بدم، ایرتایم بدم، بیام صحبت کنم. ولی به اون پاسدار سابق میام، چون پول میده به اونا، کمک میکنه،
منافع داره این تلویزیون‌های به اصطلاح سیاسی. شما نگاه کنید با چه مصیبتی از آلترناتیو مدیاها من تلاش میکنم صدامو به مردم برسونم، و این صداهای واقعی رو شما میتونید در این آلترناتیو مدیاها جستجو کنید. در همین آلترناتیو مدیاها همون صداهایی که در مین مدیاها در رسانه‌های عمده نمیتونید مشاهده کنید، در همین نمیدونم آرشیو یوتیوب و تلویزیون‌های اینترنتی و ایناست. شرمتون باد، بیایید متیو فعال سیاسی جا بزنید، بیایید پاسداران سابق و به خورد مردم فعال سیاسی مبارز معرفی کنید. واقعا چرمتون باد. یه روزی شما هم محاکمه خواهید شد به خاطر این عملکرد ناسواب و در تلاش در جهت تغییر افکار عمومی، تلاش در جهت جا انداختن این نیروهای اطلاعاتی به عنوان فعال سیاسی. مسئله دیگه، اگر از این نیروهای امنیتی بگذاریم، پیغام رهبر سازمان مجاهدین خلق مسعود رجوی بعد از 17 روز بالاخره مسعود رجوی اون اخباری که من نوشته بودم تو سایت و اینا که هدف گرفتن آقای مسعود رجوی بوده در اشرف و ایشون در اشرف بوده، الان یواش یواش و احتمال این که روبوده شده باشه، حالا خوشبختانه دیدیم که روبوده نشده. اینا داره، این تحلیل ها داره درست از آب در میاد. آقای رجوی بعد از 17 روز 2 ساعت سیمای مقاومت، سیمای مجاهدین یه برنامه پخش کرد و قرائت کرد پیغام آقای مسعود رجوی. طبق معمول دیگه خودش ظاهر نمیشه و صداش هم که این دفعه نبود، فقط گوینده تلویزیون. 2 ساعت برنامه پر کردن و عکس جنایت ها و کشته شدگان اشرف و اینا رو نشون میده، ولی خلاصه مطلب اینه که میگه رژیم به دنبال من بود، من به دنبال اون 7 جروگان. حالا میخواد بگه که مثلا من به فکر نیروهام بودم، بعدم یه سری نیروهایی آورده بودن از اونایی که کشته شده بودن، مصاحبه های پیشینشون رو پخش کردن تو این سیما. مثلا یارو میگفت که من نوکرتم برادر مسعود رجوی، یکی میگفت که خواهر مریم من اصلا هرچی بجی میکنم، من اصلا با میل خودم تو اشرف بوندم، اون یکی میومد اونایی که کشته شدن و اینا رو پخش میکردن، میگفتن که ما تا آخر تو اشرف واستادیم. حالا با میخواست نشون بده که آقای رجوی که این انتقادهایی که وجود داره و یک تعداد ببخشید علارغم میل باطنیشون در اشرف نجه داشته شدن حقیقت نداره. حالا جیرم اینا حقیقت هم نداره، اینا با میل خودشون هم موندن. آقای رجوی شما به عنوان رهبری تشکیلات چرا هم خودتو هم 100 نفر رو گذاشتی در یه جایی که توی محیط پرمخاطره است؟ این 52 نفر چرا جزئیات بیشتری تو این در طول این 2 ساعت ارائه نکردی؟ چه جوری شد کشته شدن؟ چرا مبهم و یک روایت ناقصی ارائه کردی بعد از 17 روز؟ چرا نمیگی موضوع چیه؟ خودت کجا بودی؟ خودت چه جوری به جان به در بردی؟ آیا دستور دادی اون 52 نفر سپر انسانی تشکیل بدن تا شما فرصت کافی برای فرار از اشرف پیدا کنی؟ چه جوری شد آخه اینا کشته شدن؟ اینا بی جواب مونده. قسمت هایی از پیام رهبر سازمان مجاهدین خلق مسعود رجوی رو ببینیم و برمیگردیم، بعد بیشتر در مورد این پیام آقای مسعود رجوی که در 17 شهریور 27 شهری یعنی 10 روز بله بعد از اون حادثه 27 شهریور ما این منتشر شده در سیمای مجاهدین خلق. اسطوره اشرف مسعود رجوی 27 شهریور 1392.
پس از 17 روز گروگانهای من در زندان لشکر کثیف مالکی در حوالی فرودگاه بغداد برای نخستین بار به چشم دیده شدند. از جزئیات و اینکه چه بلاهایی بر سر آنها آمده و خواهد آمد اطلاع ندارم. مالکی به فرموده بیت العنکبوت ولایت قویاً در صدد استرداد آنها به رژیم یا لااقل پرونده سازی های کذایی و تکراری برای مصارف خاص رژیم در مرحله سرنگونی است. در هر حال 17 روز است که رژیم به دنبال من و من به دنبال گروگانها بودم و روشن شد که تا امروز در عراق و در زندان مالکی هستند. در روز جنایت بزرگ و بی سابقه علیه بشریت در اشرف، خواهر مجاهد مریم اکبری همراه با 17 برادر مجاهد، همچنین تنها طبیب باقی مانده در اشرف دکتر جواد احمدی همراه با 3 مجاهد خلق دیگر، مجموعاً 22 نفر در 2 نقطه متفاوت و دور از یکدیگر، همگی در زیر آتش و در محاصره و در معرض گروگانگیری بودند. ساعاتی با تب و تاب و التهاب بسیار طول کشید تا توانستیم آنها را یک به یک از چنگ دشمن بیرون بکشیم و سرانجام همگی با قهرمانی و شجاعت بیمانند خود را به 20 مجاهد باقی مانده برسانند. آخرین جمله‌ای که از فرمانده زهره شنیدم این بود که گفت: مزدوران عراقی در نزدیکی ما هستند. سپس انفجاری مهیب باعث قطع صدا شد. آخرین جمله‌ای هم که از خواهر مجاهد ژیلا طلو به یاد دارم این بود که وضعیت و حالش را پرسیدم. گفت: عالی. سلام الله علیها. تصویر شهادت او در حالی که سپر زهره در برابر گلوله شده و او را در آغوش گرفته است خود به اندازه 1 دفتر و 1 کتاب گویاست. انگار که از طاهره طلوع تا ژیلا طلوع همین تصاویر زیبنده زن مجاهد خلق و زادگان مریم رهایی است. این است تصاویر شایسته و بایسته زن انقلابی مجاهد خلق که بر نظم و نظام استبداد دینی برشوریده است. در رزم بی امان با فاشیسم زن ستیز دینی همین صحنه ها برترین و والاترین ارزش های جاودانه و دورانساز یک هویت جدید تاریخی به نام زن انقلابی مجاهد خلق است. اشرف شهیدان این چنین در کهکشان شهیدان اشرف در پرتو انقلاب مریم تکثیر شد. اشرف حماسه ماندگار تاریخ معاصر ایران بود. اکنون اسطوره جاودانی تاریخ ایران و خلقهای جهان شد. خب اشرف حماسه ماندگار تاریخ ایران بود زمان ماضی. یه زمانی میگفت که حماسه ماندگار هست، الان شد بود. بعدم اومدیم که 1 2 3 هزار تا اشرف.
یه دونه اشرف آقای رجوی شما نتونستیم حفظ کنی و نبایدم حسن حفظ میکردی با اون شرایط، با این کشتهایی که دادی و با این اصرار بی خودی که کردی نیروهات اونجا حفظ کنی. این سوء استفاده از پست و موقعیت رهبریته و الانم به جای اینکه بیای و استراتژی جدیدی برای سازمان مشخص کنی که بگی آقا چی میشه، آیندهش چجوری میشه، الان خب یه اشتباهی کردیم، دو تا سه تا چهار تا این همه کش آدم بی خودی، این همه کادرها چه برخی هاشون از زبونی نوجوانی تو سازمان بودن میدونی چقدر وقت میبره، چند دهه زمان لازمه تا شخصیتی مثل زهره قائمی یا شخصیت‌های دیگه که اینجا کشته شدن بالاخره اعضای برجسته کادر سازمان مجاهدین خلق بودن که در طول سالیان دراز تو سازمان پخته شده بودن، زبردست شده بودن در مسائل ضد تروریسم اطلاعاتی، حتی خود سپاه پاسداران از آن میکنه به چیر دست بودن و زبردست بودن این کادرهایی که تو اشرف کشته شدن. خب اینا رو از بین بردی ها به خاطر حالا هرچی که اون تصمیمات غلطی که داشتیم. آخرش چی؟ میخوای چی کار کنی؟ اشرف رو در کجا، در کدام نقطه نامعلوم، در کدام زمان نامعلوم میخوای بسازی؟ تازه باید حتما اشرف باشه، حتما باید یه محیط ایزولهی آقای رضوی فراهم بیاره تا بتونه کنترلشون کنه، مغز اینا رو شستشو بده تا بتونه حتی تو اون چیزی که تو ذهن اینا میذاره کنترل داشته باشه. بدون وجود یک اشرف جداگانه که نمیتونه آدم ها رو شستشوی مغزی کنه، یه به یه جایی برسونه که خودشون رو بسوزونن، به یه جایی برسونه که خودشو سپره پرواندش کنه، به یه جایی برسه که 52 نفر خودشو به کشتن بدن به خاطر اینکه مسعود رضوی در همان بمونه. به دنبال یک محیط ایزوله میگردی. شرایط آقای رضوی فرق کرده، شما نمیتونی با اون تفکرات 30 سال پیشت ادامه بدی، تو محیط دربسته نمیتونی کادر پرورش بدی با رژیم مبارزه کنی. استراتژی تو باید به استراتژی سازمان باید به صورت بنیادین تغییر پیدا کنه و ناگزیر هستی که این استراتژی رو برای همیشه تغییر بدی. اگر نه الان نه اشرفی داریم، لیبرتی هم که یه خوردش رفت آلبانی و یه خوردش هم این بر اون بر پراکنده میکنن، خودت میمونی و مریم خانم مریم رضوی و ابریشمچی و یه چند تا دیگه سال 5 نفر یه گروه تشکیل میدید، میتونید یه خونه اجاره کنید تو پاریس و یه اشرف بسازید دیگه. مسئله بعدی که من سریع اشاره کنم، وقت نداریم، اگه از اینم از مسئله آقای رضوی در ضمن همیهنان عزیز شماره تلفن این برنامه زنده است، میتونید هر زمان اراده کردید، از یه سری نظری داشتید یا موردی بود خواستید روی عیب صحبت کنید، میتونید زنگ بزنید و در این گفتار و برنامه ها مشارکت داشته باشید. این برنامه به صورت زنده پخش میشه هر هفته چهارشنبه ها و هم میهنان با هر عقیده میتونن در این برنامه ها مشارکت داشته باشن. با شماره تلفن هایی که زیر تصویر مشاهده میکنید درد شده. سریع به مسئله آقای بنی صدر هم اشاره کنم چون وقتمون کمه، بعد برنامه رو تو 10 دقیقه سر کنم که ببندم تمام کنم تا چهارشنبه دیگه. آقای بنی صدر اخیراً من داشتم یه سند رو در مورد 11 سپتامبر مشاهده می‌کردم، بعد مثلا این سند ببینم اینجا هست، بله در ماه ژوئن 2010 آقای بنی صدر به عنوان یک شاهد
به صورت ویدیویی در دادگاه مربوط به حملات 11 مربوط به حملات 11 سپتامبر شرکت میکنه و در ابتدا دادگاه قبل از اخذ شهادت شما روی خط باشید بیننده عزیز. ممنون از برنامه‌ای که فراهم کردی برای روشن کردن آگاهی ملت. خیلی ممنون. تشکر. شما از کجا تماس میگیری؟ من از شیکاگو تماس میگیرم. نقطه نظری دارید بفرمایید. برنامه شما خیلی خوبه و این برنامه‌ای که فراهم کردید از رجبی و خمینی و اینا واقعا روشن کننده است. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از توجهی که دارید به برنامه. سپاسگزارم. بله. آقای بنی‌صدر در ماه ژوئن 2010 به عنوان شاهد به صورت ویدیویی در دادگاه مربوط به حملات 11 سپتامبر شرکت میکنه. در ابتدا خیلی جالبه. دادگاه قبل از اخذ شهادت معمولا اون مشخصات اولیه رو میپرسه دیگه، نام پدر، تحصیلات و این چیزا که در همه جا مرسومه. وقتی از آقای بنی‌صدر از همون ابتدا سوال پرسیده میشه که آخرین مدرک تحصیلیتون چیه، ایشون میگه که بذار از رو سند بخونم. دادگاه میپرسه What is the highest degree that you hold؟ آخرین مدرکی که داری چیه؟ آقای بنی‌صدر جواب میده I was preparing a thesis that I did not defend in the end. من یه تز رو آماده میکردم که نتونستم نهایتا دفاع کنم از تز. The revolution interrupted my studies before I could finish my thesis. انقلاب، منظورش اون انقلاب 1979، باعث شد که من نتونم تزم رو تموم کنم. بعد بقیهش رو ادامه میده. یعنی ایشون به زبون دیگه درجه دکترا نداره، ولی خیلی از فعالین سیاسی خیلی خوشحال میشن دیگه با لقب دکتر صدا کنن، مثلا بیان بگم مثلا دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، خیلی افتخار داره دیگه. ولی برای دکتر رو گرفتن آخه خار تو خار مغیلان را رفتن نیازمنده، تلاش لازمه، 8 سال 10 سال باید بخونی، زحمت بکشی، بعد بشی دکتر فلانی. جالبه که خود آقای بنی‌صدرم با وجود این که حالا از همون اوائل انقلاب هم ایشون خودشو دکترای جامعه شناسی و اینا معرفی میکرد، خود آقای بنی‌صدر هم وقتی بهش دکتر میگن یک بادی به غبغبه میندازی و اصلا اعتراض هم نمی کنه که آقا من دکترا ندارم، به من چرا دکتر میگی؟ صدای امریکا میاره این مهد فلاحتی، آقای دکتر بنی‌صدر نمیم، اون یکی میاره تو افق گفتگو میکنیم با آقای دکتر بنی‌صدر. بنی‌صدر اصلا صداش در نمیاد، تا اینکه پایگاه خبری حقوق انسانی و اولیه بشر که من مدیریت میکنم این سند دادگاه نیویورک و عیناً تو سایت های آمریکایی بود، من آوردم رو نگاه کنید. این دکتر خطاب کردن آقای بنی‌صدر رو و سکوت آقای بنی‌صدر رو در گفتگو با رسانه های مختلف وقتی بهش دکتر میگن زیر سی بی دی در میکنه، اصلا صداشم در نمیاره دکتر ابوالحسن بنی‌صدر که دکتر نیست. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر بنی‌صدر. خب مهمان امشب برنامه نخستین رئیس جمهوری ایران هستند آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر. آقای دکتر بنی‌صدر شما شب و فوق آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری ایران آقای دکتر بنی‌صدر. بله یه خنده ملی هم میکنه وقتی دکتر میگن، خیلی خیلی میچسبه ها به آدم دکتر رو نداشته باشن بعد بگن دکتر، بعد یه گیافه حق به جانبی هم بگیره دکتر ابوالحسن بنی‌صدر. البته این
خاصیت جمهوری اسلامی. این اولین رئیس جمهوریش که دکتر تقلب داشت تا این دکتر احمدی نژاد و دکتر روحانی و همش دکترن، همشون هم چه معلوم شد دکتر کردان و اینا، چه معلوم شد چه اینا دکترا ندارن. و این رژیم جمهوری اسلامی اصلا خاصیتش این بوده. یعنی صدر وقت تو این رژیم بزرگ شده دیگه، با این رژیم پرورش یافت و به وجود اومد و انتظار دیگه هم از ایشون نمیشه داشت. هیچ توضیح با وجود این که این خبر رو حتی تو سایت عزیزم فرست.com پایگاه خبر حقوق انسانی و ولی بشر هم منتشر کردم، جاهای مختلفی هم بازنشر شد به نقل از سایت عزیزم فرست، ولی همه چیز واکنشی نشون نداده و نشون میده که در طول سالها و دهها آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر اطلاعات غلطی میدادن در مورد مدرک تحصیلی خودشون دکترا داشتن که نداشته. خب این هم از دکترای قلابی دکتر بنی صدر. یه دونه طنزم اون نرمشه که تهیه و تولید خودم درستش کردم، همون لحظه هایی که خامنه‌ای اومد و گفت نرمشه نمیدونم قهرمانانه، من رفتم اصلا لغتنامه فرهنگنامه عمید و اینا رو پیدا کردم تو اینترنت این بر اون بر، آقا این چه صیغه‌ایه نرمش قهرمانانه؟ دیگه بهترین حالتی که به ذهنم اومد یه چیزی کمتر از 2 دقیقه یه دونه کلیپ درست کردم و گذاشتم، نگاه کنید اینو برمیگردیم بعد صحبت میکنیم. نرمش قهرمانانه خامنه‌ای. مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها. بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. خب خیلی ممنون از این که تا این لحظه نظارگر برنامه های تلویزیون آزاد و مردم هستید. موضوع آخر و موضوعی که تقریبا همیشه تلویزیون های مستقل برنامه گذاران مستقل باهاش دست پنجه نرم میکنن، مسائل مالی این صدا رو تقویت کنید. اگه میتونید کمک کنید این برنامه ها ادامه پیدا کنه تا بتونیم با کیفیت بهتر نرم افزارهایی که لازم داریم بخریم. اگه میتونیم امکانش داشتیم طول برنامه ها رو اضافه کنیم، کیفیت برنامه ها رو ببریم بالا و بتونیم که ایرتایم این برنامه ها رو هم بدیم. تا چهارشنبه بعد ساعت 12 ظهر به وقت شرق امریکا همه شما عزیزان رو به خدای ایران می سپارم.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان.